آقای ترشتوال، تفاوت میان اعلامیه و پیمان چی است؟ حالا آمریکایی ها، سفیر آمریکا صحبت از اعلامیه میکنه ولی دولت افغانستان صحبت از پیمان. آیا اعلامیه به نفع افغانستان است یا پیمان و چرا افغانستان به دنبال پیمان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدانم در ابتدای بحث بعد از عرض سلام و احترام خدمت شما و همکاران تکنیکیتان و بینندگان محترم تلویزیون یک، هفته شهید را گرامی بداریم، به همه شهدای بزرگ بهشت برین را استدعا بکنیم و به همه بازماندگانشان این هفته را تبریک و تهنیت عرض بکنیم. بدون تردید امروزه در روابط بین المللی بحث اخلاق اون جایگاه لازم خودش را از دست داده. در پیمان، آنچه که امروز مطرح میشه به عنوان پیمان، هم جهان، هم آمریکا و هم افغانستان تعریف مشخصی را از پیمان در قوانین نافذه خودشان ارائه دادن. معمولا اعلامیه ها امروز از نقطه نظر ارزش حقوقی و قانونی خیلی چیزی جدا و متفاوتی از پیمان نیست. اعلامیه ها روی نقاط برجسته و مشترکات کشورها تاکید می کنند و مشترکات را بسیار متبارز می کنند و برجسته می کنند که منتج می شود به پیمان. ما با آمریکایی ها در طول تاریخ، به غیر از در تاریخ 92 ساله افغانستان، یعنی بعد از استقلال به این طرف، به استثنای دو دوره، یکی دوره کمونیستی و یکی دوره طالبا، همه زعمای دیگر تلاش کردند که به نحوی از آنها با آمریکا رابطه داشته باشند، اما همواره آمریکایی ها دل سردی نسبت به ایجاد و استحکام روابط همه جانبه با دولت های افغانستان دل سردی داشتن و اینطوری نگاه داشتن. فقط در سه مقطع تاریخی که آمریکایی ها تلاش کردند و خوب کوشیدن که بیشتر میزان همکاریشان را با افغانستان بالا ببرند. یک مقطع جنگ جهانی دوم هست. مقطع دوم تاریخی زمان اشغال شوروی، زمان اشغال افغانستان از جانب شوروی سابق هست و مقطع سوم هم بحث بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 تا کنون هست. توجه داشته باشین که در هر سه مقطع تاریخی که عرض کردم، در هر سه مقطع تاریخی دلیل این که آمریکایی ها خودش را به افغانستان نزدیک میکنن در خطر بودن منافع ملی آمریکا هم در سطح منطقه است و هم در سطح نظام جهانی. حالا این نزدیک کردن به اساس اعلامیه یا به اساس پیمان؟ اجازه بدین. پس چرا آمریکایی ها به اساس اعلامیه گرایش دارن؟ عرض میکنم این نقطه را. کاملا یک بحث تئوری و یک بحث حقوقی است. اعلامیه در آنچه که در خود آمریکا مطرح است، در جامعه آمریکا ما 4 نوع پیمان داریم. در قانون اساسی آمریکا هم این بحث اکثرش تبلور پیدا کرده و در نظام مدیریتی آمریکا خیلی برجسته است. یکی بحث تریتی هست. تریتی شاید ما تلفظ انگلیسیم خوب نباشه، یعنی بحث همون پیمانهای کلان است که ضرورت داره که 2/3 اعضای مجلس سنا رأی موافق بودن. این پیمان اولی است. بحث دوم تحت عنوان موافقت نامه ها یا توافق نامه های اجراییوی در نظام سیاسی و ساختار مدیریتی آمریکا مطرح میشه که در اون جایی که ما تحت عنوان اگزیکتیو اگریمنت داریم، یک موافقت نامه های اجراییوی. دوم سال اگزیکتیو اگریمنت داریم، یعنی موافقت نامه های اجراییوی واحد. سوم هم کانگرس اگزیکتیو اگریمنت داریم که موافقت نامه های اجراییوی کانگر است. حالا ما تعریف مشخص در جامعه آمریکا وجود داره. مطابق اصل 2 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، منابع قدرت رئیس جمهور معلوم است. یکی از منابع قدرت رئیس جمهور بودنش در ریاست دستگاه دیپلماسی آمریکا است. بنابراین به اساس این صلاحیتی که یا این منبع بودنی ده که قانون اساسی آمریکا برای رئیس جمهور آمریکا میته، یک نقطه بسیار برجسته هم در آمریکا وجود داره. حتی میگن سیاسیون که در آمریکا نظام پادشاهی نیست، یعنی نوعی نظام سیاسی در آمریکا پادشاهی نیست، اما رئیس جمهور شاست. دلیل اساسی که موافقت نامه ها را تحت عنوان سال اگزیکتیو اگریمنت میگن، موافقت نامه های اجراییوی واحد، یعنی رئیس جمهور از صلاحیت های خودش استفاده میکنه و خودش امضا میکنه.
حالا مشخصا اگر به بحث بپردازیم کاملا بحث است، از بحث شما دور نیست. چرا امریکا به دنبال اعلامیه است اینجا؟ اعلامیه من فکر میکنم که هیچ ارزش متفاوت قانونی در جامعه امریکا میان پیمان و اعلامیه نیست. پس چرا افغانستان به اجازه ندادیم که عرض بکنم؟ موافقتنامه های دیگری که موافقتنامه های اجرایی کانگره است ضرورت داره که اکثریت اعضای مجلسین کانگره آمریکا یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگانشان رأی موافق بدن. در از لحاظ ارزشی تفاوت دارن؟ تفاوتی آنچنانی ندارن. عرض کردن در جامعه آمریکا از سال 1974 فقط بنابرای من یک قدر موثق و مستند میخوام که وارد سیستم مدیریتی آمریکا شوم که بیشتر قضیه را باز بکنم. این نکاتی است که واقعا مبهم مانده، هنوز بیان نشه. تصور میکنیم ما و اکثر دوستا و کارشناس های ما و حتی جمعی از دوستا و برادرهای ما که یعنی احساس میکنیم که هنوز آمریکایی ها از اعلامیه یا پیمان تعریف ایران ندارن، در حالی که مبهم در این طرف قضیه است. مشکلاتی هنوز که ما هنوز درک واقعی از نظام سیاسی آمریکا نداشتیم. بنابراین در نظام سیاسی آمریکا این موافقتنامه چهارمی رو که عرض کردم که کنگره بایست دو تا مجلسش یعنی دو اتاق کنگره اکثریت اعضاشان رای موافق بودن، در سال 1974 آمریکایی‌ها به شدت کنگره آمریکا نگران بود که رئیس جمهور ممکن است که از صلاحیتاش بیشتر از این استفاده کنه. حالا من پرسش دیگر میخوام اینجا مطرح کنم که تفاوت پیمان و اعلامیه‌ای که آمریکا با افغانستان قرار است ببنده که وزارت خارجه امروز گفت که در 3 ماه 4 ماه پیش رو این پیمان نهایی میشه، با پیمان هایی که امریکا با سایر کشورها بسته چه تفاوت داره؟ این در عهد اعلامیه است یا پیمان؟ عرض بکنم میگم در 1974 کنگره آمریکا خیلی نگران بود که رئیس جمهور از این صلاحیتاش استفاده نکنه و خیلی مشکلات ایجاد کنه. آمد قانونی را مصوب کرد که به اساس این قانون رئیس جمهور را محدود کرد، گفت رئیس جمهور هر موافقتنامه‌ای را که امضا میکنه خودش موظف است که در ظرف 90 روز از کم و کیف این اعلامیه و محتوای اعلامیه بایستی به مجلس خبر بده و کنگره خبر بده، و حتی کنگره با توجه به اینکه رئیس جمهور حتی اگر امضا کرده باشه میتونست که از تخصیص بودجه مثلا خودداری کنه. ما به این باور هستیم که آنچه که امروزه در جامعه آمریکا تصمیم گرفته شده که اعلامیه یا مثلا پیمان و اینها تاکتیک های رسانه‌ای هستن که بیشتر از اینکه ما محصلین حقوق خود به گپ مرزم بکنیم، ما دوست داریم که شما دوستای رسانه‌ای خیلی برین روی این موضوع. یک تاکتیک کاملا رسانه‌ای است. امروز از نظر ارزش قانونی موافقتنامه هایی که رئیس جمهور امضا میکنه با موافقت کنگره امضا میکنه، یعنی کشورها متعهد اگر باشن که بایستی موافقتنامه ها را حرکت ها یا یک جانبه است یا تعاقدی آلتی به اسلام معاهده را می داشته باشه و پیمان ها را و دو طرف متعهد هستن که بایست اجرا بکنن. بنابراین از نظر ارزش قانونی تفاوتی وجود ندارد. جناب محمود، بس را که بیشتر برانداختین این بود که بس منافی است و در 10 سال این بحث مطرح کردین. حالا چی فکر میکنین؟ هدف ها و منافع سیاسی تغییر خورده که شامل یک اعلامیه دیگه شود؟ چرا پس از 2014 ادامه داده نمیشد به این گونه؟ ببینین ما با احترام به گفت استاد در قسمت اعلامیه یک نظر متفاوت دارم. بدون شک زمانی که بحث میثاق کنا بحث کردن یک بحث بسیار خوب است. زمانی که امریکا وارد بحث میثاق های بین المللی میشه، اهداف خودش را کاتگوری بندی میکنه، اولویت بندی میکنه و روی هدف‌های خاص مشخص و طرف میثاق‌های بین المللی میره. دوم این که بحث اعلامیه با باور ما بیشتر بیان اهداف امریکا در افغانستان و تداوم ماموریتش در افغانستان بدون آن که ضمانت اجرایی داشته باشه. یعنی امریکا برای خودش دست باز گذاشته در صورتی که اگر وضعیت تغییر میکنه احتمالاً قدرت‌های منطقوی برای تداوم امریکا در منطقه مشکلات ایجاد میکنه، امریکا میتونه به شکل یک سره برای عقب نشینی خودش در منطقه چانس داشته باشه. اما زمانی که امریکا وارد یک پیمان میشه، بدون شک قسمی که استاد گفتن، مسئله پیمان باید در کنگره امریکا، در پنتاگون، در وزارت خارجه امریکا و حتی در مراکز فکری و تنتانک ها به جر و بحث گذاشته میشه که چقدر عاید است برای امریکا که وارد یک بحث استراتژیک با افغانستان شوند. ولی در اعلامیه چنین نیست؟ باور من هست که خب در اعلامیه طرفین روی سری از مسائل به توافق خواهند رسید. پس ضمانت اجراییشان هم فرق میکنه. اما ضمانت اجرایی باور من است که نخواهد داشت. شاید که امریکا مانند امروز که روی بعد از پروژه های ملکی و نظامی افغانستان همکاری داره، کمک های خود داره،
قسم آماری که از طریق مطبوعات منتشر شده هفته 2 میلیارد دلار در مسئله افغانستان مطرح میکنه، باور ما است که او زمان هم ای از این تغییر نخواهد کرد، منتها بیشتر تداوم خود وظیفه خودش بر یک مدت طولانی یعنی بعد از 2014 هم اعلام خواهد کرد. اما در صورتی که وضعیت در منطقه به نفع امریکا نباشه، امریکا برای خودش مشروعیت برآمدن از افغانستان حفظ میکنه، چنانچه که در اعلامیه ما قسم گفتم شاید که هر طرف از دو طرف باور به این داشته باشن که روی مسائل اقتصاد، روی مسائل تکنولوژی، روی مسائل تداوم برنامه های علمی، روی بازسازی مناطق تخریب شده با هم کار مشترک داشته باشن و امریکا شاید بزرگترین دونر باشه که افغانستان حمایت بکنه. اما از لحاظ هی که امریکا مانند این که در امروز در ژاپن است یا در کره جنوبی است یا در زهران عربستان سعودی است یا در دیگو گارسیا است، یک پایگاه دائمیه که حداقل بر 100 سال یا 50 سال باشه فکر نکنم که متریگر باشه. اما در صورتی که واقعا بحث توافقات استراتژیک در محافل سیاسی امریکا جدی باشه، این بحث به کنگره کشیده میشه، این بحث به محافل سیاسی امریکا کشیده میشه، این بحث به پنتاگون کشیده میشه که تا هنوز شما به این باور هستید که کشیده میشه؟ من تا هنوز همچو یک موضع گیری جدی در محافل سیاسی امریکا نمیبینم. و قبل از این هم بسیاری از نظامی های امریکا مثل مایک مولن، مثل دیوید پتریوس، مثل آقای آیکنبری که قبلا سفیر امریکا در افغانستان بود، اینها در وقت خانم کلینتون در بسیاری از بیانات خودشان گپ یکی دیگر رد میکردن و در حوج ما میبینیم که هیچگاه اجماع کلی نظریات مقامات ارشد امریکایی روی یک پیمان استراتژیک با افغانستان نبوده، مگر اینکه در این شب روز تغییر کرده باشند. سپاس.